ایران در آینه جهان. کیرا رودیک، نماینده پارلمان اوکراین: یک شب دیگر زیر آژیرهای حمله هوایی روسیه 21 پهپاد ساخت ایران را به اوکراین پرتاب کرد. برای اولین بار پس از مدت‌ها شهر خمیلنیتسکی در غرب اوکراین مورد حمله قرار گرفت. حداقل 11 نفر زخمی شدند. گروه جی 7: جمهوری اسلامی که مدتی از فهرست سیاه FATF تعلیق شده و مهلت گرفته بود تا اقدامات درونی لازم را برای پیوستن به این گروه انجام دهد، از اواخر سال 1398 رسماً دوباره در سیاه این گروه قرار گرفت. این فهرست سیاه هشداری به بانک‌ها و نهادهای مالی جهانی است تا در قبال بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی محتاط و مشکوک باشند. این گروه در 4 سال گذشته در بیانیه‌هایی در نشست‌های دوره‌ای خود از تمامی کشورها خواسته اطمینان یابند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی و مؤسسات مالی ایرانی دامن آنها را نیز نگیرد. ویسنت گونزالس، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: هزینه هر موشکی که از غزه پرتاب می‌شد به وسیله ایران پرداخت می‌شود. رژیم ایران به تأمین مالی تروریسم و نقض حقوق بشر در سراسر خاورمیانه ادامه می‌دهد. ما باید رژیم را مورد حسابرسی قرار دهیم. کلادیا تنی، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: حکومت ترور سپاه پاسداران باید پایان یابد. ایالات متحده یک اقدام جسورانه انجام داده است. اکنون متحدان ما باید همین کار را انجام دهند. براد شنایدر و من نماینده یک گروه دو حزبی متشکل از 22 قانونگذار را رهبری کردیم که از استرالیا، بریتانیا، هندوستان و کانادا خواستند تا سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنند. بیانیه آدمیرال براد کوپر، معاون فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا: توقیف و آزار و اذیت غیر مسئولانه و غیر قانونی کشتی‌های تجاری توسط ایران باید متوقف شود. ایالات متحده آمریکا، ناوگان پنجم و شرکای ما متعهد به حفاظت از حقوق ناوبری در این آب‌های حیاتی هستند. بر اساس آمار نیروی دریایی، ایران طی 2 سال گذشته 15 کشتی تجاری با پرچم بین‌المللی را مورد آزار و اذیت، حمله یا مداخله قرار داده است.